چندین میتود وجود داره به خاطر از اینکه ما بتونیم قیمت گذاری بکنیم اجناسی که داخل گودام یا داخل انبار وجود داره که به نام inventory valuation میتود سیاد میشه. موضوعی که در این ویدیو میخوایم کاور بکنیم LIFOs، last in first out، چیزی که داخل آمده اول از بزنس میبره. تا آخر ویدیو همراه ما باشیم. میلاد اکبری هستم از چینل اکبری ایژوکیشن. خوش آمدین به چینل خودتان. طوری که براتان گفتم میتود های مختلفی وجود داره به خاطر که ارزشیابی بکنین موادی که داخل دوره داخل انبار مانده یا داخل گودام مانده چقدر ارزش داره، یا جنسی را که از داخل گودام شما روان میکنین یا میخواین بفروشین ارزشش چقدر است، جنسی که اول آمده نرخ از او را بگیرین یا به اساس تورم یا انفلیشن نرخ آخری را بگیرین، کدام از یارا مد نظر بگیرین. چندین میتود وجود داره، چیزی را که در این ویدیو کاور میکنین به نام LIFOs. داخل این ویدیو ما inventory valuation میتود سمی خوانیم و بعد از او what is LIFO، سر LIFO یک مقداری گپ میزنیم، example و practice question داریم. چهار میتودی که وجود داره، البته سه میتود که FIFOs، first in first out، یک ویدیو جداگانه داخل چینل ما وجود داره او را 100% ببینین و در مورد FIFO میتونیم موضوعات اونجا کاور بکنیم. LIFO چیزی است که داخل از این ویدیو کاور میکنیم و cumulative weighted average pricing و periodic weighted average pricing که دو سب کامپوننت weighted average pricing است. اون موضوعات است که ویدیوهای جداگانه برازم تهیه میکنیم و داخل همین چینل شما پیدا کرده میتونین، ولی موضوع امروز ما LIFO. LIFO last will be issued first. اینه بقدر ساده از نامش. Last in، چیزی که آخر سر داخل بزنس میه او را اول ما ایشو میکنیم. فکر کنین اولین آیتمی که من خریداری کردم ای است، بعد از ای آمدم ای را خریداری کردم و یک مشتری آمد که برای من یک مارکر بتین. این مارکر آخری بود که آمد داخل بزنس. این چیزی است که من اول مفروشم و اول چیزی است که از داخل گودام یا داخل استور من خارج میشه. بخاطر امی what come first will stay as a closing inventory، چیزی که در اول آمده بود و چیزی که در آخر آمد، چیزی که در اول آمد هنوز وقتی که ایان فروخته شد ای به حیث closing inventory داخل گودام میمانه و تمام background یا knowledge LIFO به اساس از این استدلال میچرخه. یک example داریم، اگزمپلی است که در جریان ماه می از اول می تا 11 می بعضی دریافت ها و خروجی ها وجود داره از بزنس از داخل گودام که اوارا گفته به اساس سیستم LIFO بیرن ریکارد بکنین و پیدا بکنین که کلوزینگ اینونتوری چقدر است، مقدار کاست ما، کاست اوورال، تمام چیزایی که ایشو کردیم و تمام چیزایی که خریداری کردیم چقدر میشه. تیبل عمومی من فکر میکنم ریکامندم میکنم که از این تیبل استفاده بکنین به خاطر بزنستان و به خاطر سوالایی که یک مقداری کمپلکس است و مجبور هستین دیتا را در جای مختلف ریکارد بکنین تا به ویلیو برسین. اولین تاریخ، تاریخ اول می، ما یک اوپنینگ بالانس داریم. اول می اوپنینگ بالانس مقدار 100 یونیت. بین FIFO و LIFO در این حساب کدام تفاوتی وجود نداره. 100 یونیت با ریت $2 مساوی با $200 کاست آیتمی است که داخل بزنس ما وجود داره. بعد از این استپ دوم میبینیم که آیا دریافت داریم یا کدام خروجی از بزنس وجود داره. در تاریخ 3 می 400 یونیت آمده، تا اینجا کدام تفاوتی بین FIFO و LIFO وجود نداره. 400 یونیتی که ما دریافت کردیم با ریت $2.1 مجموعا $840، $2.1 $2.1 × 400 $840 موجودی که فعلا داخل گودام بعد از این خریداری یا بعد از این دریافت وجود داره 100 یونیت ابتدایی ما برای $2 است و 400 یونیت دیگه برای $2.1 به صورت مجموع 200 جمع 840 $1040 مجموع پولی است یا آیتمی است که داخل گودام بعد از تاریخ سیمه وجود داره. بعد از این میبینیم کدام دریافت دیگه یا ایشوی دیگه وجود داره. تاریخ 4 می 200 یونیت ایشو شده. تاریخ 4 می
این 200 یونیتی که ایشو شده، تفاوتی که بین فایفو و لایفو وجود داره، فایفو میامد اول از یه آیتم میگرفت، آیتم 100 دانه، و بعد از او باز میرفت طرف آیتم بعدی. لایفو میگه چیزی که آخر آمده اول خروج میشه. پس 200 یونیتی که ما از بزنسشو میکنیم از 400 یونیت آخر است که 2.1 دلار. 200 ضرب 2.1 دلار مجموعاً 420 دلار، و 420 دلار از بزنس آوت میشه و از 1040 دلاری که در بزنس داشتیم منفی 420 دلار، 620 دلار دیگه باقی میمونه. اما این 620 دلار مستقیما این است که شما نوشته کنید 300 یونیت باقی است و 620 دلار. چرا 100 یونیت ما به ریت 2 دلار داریم از اولی هنوز باقی مانده، و 200 یونیت دیگه به ریت 2.1 دلار، و مجموع از این به صورت عموم چند میشه؟ 620 دلار. آیتمی است که باقی مانده داخل بزنس. ادامه میتیم میبینیم در تاریخ 9 می بازم دریافت داریم 300 یونیت. تاریخ 9 می 300 یونیت دریافت شده به بزنس به ریت 2.12 دلار که مجموعش چقدر میشه؟ 636. 636 دلار مجموع دریافت ماست. پیشتر وقتی که میریم میبینیم ما 100 یونیت به ریت 2 دلار داشتیم داخل گودام، 200 یونیت دیگه هم به ریت 2.1 دلار داشتیم، و 300 یونیت دیگه هم بالا از این اضافه شد به ریت 2.12 دلار. موضوع جالب، فایفو و لایفو به خاطر از این کمپلکس است که اگر نرخ‌های مختلف و انواع مختلف اینونتوری رو شما داخل گودام داشته باشین، منیجمنت از یک مقدار مشکل است. مجموع آیتمی که اویلیبل است 600 یونیت، و 600 یونیت کاستی که برای ما داره، رای ساده میتونین 620 جمع 636 کنین، 620 جمع 636 1256 دلار، 1256 دلار مجموع تمام اجناسی است که داخل گودام موجود است. و اما در تاریخ 11 می ما یک ایشو داشتیم، یک چیزی است که فروختیم. تاریخ 11 می ما یک مقدار جنس دوباره ایشو کردیم که مقدار 400 یونیت است. 400 یونیتی که روان می کنیم last in first out، 300 یونیت اول میره، 300 یونیت برای 2.12، بعد از اون میبینیم که هنوز 400 یونیت نرسیده، 100 یونیت هم از second last روان میکنیم که 2.1 دلار است. مجموع ازی را پیدا میخواییم بکنیم، 300 ضرب 2.12 جمع 100 یونیت دیگه ضرب 2.1 مجموعا 846 دلار. 846 دلار مجموع آیتمی است که ما ایشو کردیم به خاطر 400 یونیت. و اما آیتمایی که باقی مانده 100 یونیت، و 100 یونیت هم از این باقی مانده، 100 یونیت ضرب 2 دلار و 100 یونیت دیگه هم ضرب 2.1 دلار باقی است که مجموعا 410 دلار میشه. پس 100 یونیت ما بریت 2 دلار و 100 یونیت دیگه برای 2.1 دلار باقی است که مجموعا 410 دلار. بریم انالیسیس بکنیم. چیزی که در اینجا داریم اینی را به نام closing inventory value یاد میکنن. آیتمی است که در ختم دوره هنوز هم داخل گودام به حیث closing inventory موجود است. اگر این دو تا را توتال بکنیم، این کاست تمام اجناسی است که از داخل گودام یا انبار ایشو شده بیرون روان شده، چی برای فروش چی داخل بخش تولیدات ما، و ای را اگر توتل بکنین تمام دریافت ها یا خریداری ها است، چیزی که داخل گودام شما دریافت کردین یا خریداری کردین. پیشتر میریم یک پرکتیس کوئسشن داریم. پرکتیس کوئسشن ما گفته که 3 خریداری صورت گرفته و 2 ایشو وجود داره، یا 2 دن از سلس وجود داره. خریداری اول ما اول جنوری 4000 یونیت،
31 جنوری 1000 یونت و 28 فوریه برای 1500 یونت. و چیزایی را که ما فروختیم 15 فوریه مجموع 3000 یونت و 14 مارچ مجموع 1500 یونت. سوال برای ما از ما خواسته که at 31st March which of the following closing inventory valuation using LIFO is correct. میتود LIFO را اگر استفاده بکنیم کدام از این inventory valuation ها صحیح است، دقیق است و میتونه شما یعنی correct value closing inventory از پر LIFO را پیدا بکنیم و کدام از این option ها دقیق و صحیح است. ویدیو را پاس کنیم، یک مقدار سرش فکر کنین، بعد از اون ما ادامه میدیم. میتونین از طریق همی تیبلی که ما براتون گفتم این سوالا پیش ببرین حل کنین، یا به خاطری که MCQs یا مالتیپل چویس کوشن است میتونین میتودهای ساده تر استفاده بکنین و به میتودهای ساده تری به جواب زودتر برسین. حالا ما میبینیم 4000 یونت و 1000 یونت آیتمایی است که اول داخل بزنس آمده. 4000 یونت خریداری داشتیم، 1000 یونت دیگه خریداری داشتیم و از این مجموع 3000 یونت دوباره فروختیم. اگر سیستم LIFO را استفاده کنیم این 3000 یونت 1000 از این رفته و 2000 دیگه از آیتم 4000 ما last in first out شده، بعد از 2000 آیتم دیگه. ریزلتی که برای ما وجود داره چی است؟ که یعنی 2000 یونت از آیتم اول ما هنوز باقی است. بعد از این 2000 یونت ما دوباره 1500 یونت دیگه دریافت کردیم، 1500 یونت دیگه دریافت کردیم که از بین ازی تنها 500 یونت از لست آیتمی که آمده 500 یونتش فروخته شده. از ریزلت ما گفته میتونیم که 2000 یونت از آیتم اول ما باقی مانده و 1000 یونت از آیتم آخری که ما دریافت کردیم. فقط ریتا را پیدا میکنیم که چقدر است. آیتم اول ما مربوط 4000 یونت پایین سکرین میبینیم که 10000 دلار کاست عمومیش بوده، تقسیم 4000 یونت 2.5 دلار، 2.5 دلار کاستش میشه at the rate of 2.5 دلار. و اما 1000 یونت مجموعا مربوط 1500 یونت است که 3750 شده، 3750 تقسیم 1500 یونت پر یونت کاست ما بازم 2.5 دلار است، 2.5 دلار. کاست مجموعی ما 2000 ضرب 2.5، 2000 ضرب 2.5 جمع 1000 ضرب 2.5 مجموعا 7500 دلار. 7500 دلار به اساس سیستم LIFO چیزی است که آخر در گودام مانده. یک مرور کوتاه از 4000 و 1000 یونیتی که ما دریافت کردیم 3000 شو فروختیم که 1000 از لاست آیتم میره، 2000 از آیتم قبلیش که 2000 باقی میمانه. 1500 آیتم دیگه نو دریافت میکنیم، 500 آیتمی که میفروشیم از لست آیتم میره، مجموعا 2000 خودش میمانه و 1000 آیتم دیگه. اوریج کاست پر یونیت پیدا میکنیم، ضرب میزنیم و 7500 دلار آپشن سی ما جواب صحیح است که از طریق میتود LIFO ولیو کلوزینگ اینونتوری ماست. تشکر جان، سپاس که تاییدم همراه ما بودین. یادتان نره که چینل ما رو سابسکرایب بکنین، نوتیفیکیشن بتن رو بزنین، لایک و کامنت هم همچنان یادتان نره. و مهمتر از تمام چیز اینکه ویدیو خیلی مفید است، بعضی از دوستایتان شاید ضرورت داشته باشه، همراهشان شریک بسازین. تشکر.